میخوام با دکتر هوبان صحبت کنم راجع به پوکی استخوان. دکتر هوبان، من برنامه قبلی به شما گفتم که دکتر مام بزرگم رفتش دکتر که گفتم پوکی استخوان، رو بهش گفتم بیشتر شی بخور و قرصای کلسیم بخور. دقیقاً که شما گفتین که موافق نیستیم. نه اشتباهه، نه اصلا به نظر من این پیشنهاد درستی نیست. شما که نظرتون برام خیلی مهمه. ببین دلیلش هم اینه که مشکل پوکی استخوان مشکل عدم توانایی جذب کلسیومه. بله. خب یعنی ما نمیتونیم کلسیوم رو به درستی جذب کنیم. حالا کلسیوم هم خیلی چیزا لازم داره که برای جذب شدن که باهاش باشه، مثل مگنیزیم و چیزای دیگه، ویتامین دی و غیره که اونا رو راجبش حالا یه مقدار صحبت کردیم. ولی دلیل پوکی استخوان گفتم عدم توانایی جذبه، نه اینکه کلسیم نرسه به بدن، چون کلسیم به راحتی به وفور به بدن همیشه میرسه. ولی وقتی جذب نشه اون موقع است که مشکل ایجاد میشه. دکتر داره به مام بزرگ من میگه که بیشتر بخور که برسه به استخوان. نمیرسه. ولی شما نه، متاسفانه نه. یعنی الان مرسومه که وقتی کسی پوکی استخوان داره یا از این فازو مکسوبشون میدن و یا نه همراه اون میگن مثلا 1200 یا روزی 1800 میلی گرم قرص کلسیم بخورن و روزی چند لیوان شیر. بله. به نظر من همه اینها اشتباهه، به خاطر اینکه اولا اون فازومکس و داروهای شبیه اون نه تنها کمک نمیکنه ولی در نهایت استخوانها رو پودر میکنه. ممکنه تجمع استخوان زیاد بشه ولی غافل از این هستن که اون تجمع مرده است، استخوان مرده است و استخوان باید زنده باشه برای رشد. بله. و دیگه رشد نمیکنه و برای همین هست خیلی تا حالا دیدین که یکی از مهمترین عوارض داروهای مثل فازومکس اینه که یه دفعه مثلا طرف تمام استخوانش پودر میشه. بله. این به خاطر اینه که استخوانش زنده نیست و اون از حالت میگم اون تجمع داره، اون دنسیتی رو داره. بله. ولی دیگه زنده نیست که رشد کنه. ما چجوری اینو زنده نگه داریم؟ خب زنده نگه داشتنش با چیزای زنده مثل سبزیجات. بله. و غیره که صحبتش کردیم جلسه گذشته. این سبزیجات رو می‌خواستم از شما بپرسم ریشه سبزیجاته. مثلا بندازیم جوس و بلندش می‌تونین آبش رو بگیرین، می‌تونین یک کوچولو بخار بدین بهش یا می‌تونین سالادش کنین و به عنوان سالاد میل کنین. بله. ولی بعضی میگن که نمی‌تونن خیلی از این چیزا رو خام بخورن. ببخشید. نه درست گفتی، خام بخورن. ولی میتونن یک کوچولو بخارش کنن. خب ولی نرم نباست بشه. و رنگش هم نباید عوض بشه. خب این خیلی مهمه. آره رنگش که عوض بشه یعنی دیگه خاصیتش داره کم کم میاد. این که خیلی کم بخارش میکنن. بعضی موقع قابل هضم یعنی هضمش بیشتر میشه. شما هم این آبی که غذا توش درست میشه گفتین که این مهم، مثلا این آب که بخارو باش بخار میکنیم این آبش هم میشه خورد. بله من مثلا وقتی که بعضی از سبزیجات رو بخار میکنم اگه آب خوب میریزم پایینش و اون آبم مثلا میریزم توی بلندر یا توی چیز و با چیز دیگه قاطی میکنم و که هیچ چیزی از دست، یعنی از هیچ خواصی از دست نره. درست. حالا ما چجوری این استخون رو بجز این راههای دیگه هست این استخون رو زنده نگه داریم؟ خب ببین گفتم باید ببینیم عوامل و دلایل مختلفی که وجود داره و دلایل خیلی زیادی وجود داره که شخص پوکی استخوان. مثلا چند تا مثلا یکی از مهمتریناش هورمون‌ها هستن. خانم هایی که مثلا به دوران یائسگی میرسن خب هورمون‌هاشون تحلیل میره، استروژن، پروژسترون و غیره و این یکی از عوامل و دلایلی که جذب اونها کم میشه. بله. که ما میتونیم با تقویت هورمون‌ها به همراه اونها بعداً نوع کلسیم درست رو تازه بهشون بدیم، نه این کلسیمایی که در بازار هست و همش اکثراً یا کلسیم کاربونیته که گفتم کلسیم کاربونیت چه دفعه پیش یا مشتقات اونه. یعنی کلسیم مثلا سیتریت میگن خیلی بهتره ولی نه، چون کلسیم سیتریت هم همون کلسیم کاربونیته که با سیتریک اسید و یا جوهر لیمو میگیرن پروسش میکنن. پس شما فکر میکنین که ما چجوری بدونیم چی انتخاب کنیم؟ ما نمیدونیم، ما مثلا میبینیم خب که کلسیم کاربونیت میگیم خب میگیریم هر جا هست. بهتره که تحت نظر متخصص باشه اولا. میدونم که شما مال خودتون رو دارین. بله ما قرص کلسیم داریم ولی ما فوری اینا رو نمیدیم به مردم، به عزیزان، به خاطر اینکه باید اول جذب بشه بعد ببینیم دلیلش چیه. یکی از دلایلش گفتم میتونه هورمون‌ها باشه. بله. حالا صحبت هورمون‌ها شد، یکی از مهمترین دلایل میتونه ناراحتی و مشکلات تیروئید باشه. و خیلی چیزای دیگه که اگر خواستین فعلا این دوتا رو داشته باش. حالا تیروئید رو بعد باز راجبش صحبت کنیم که چرا، ولی من خیلی آشنا دارم که تیروئید بله مشکل تیروئید دارم و در جلسات آینده میتونیم بیشتر این پوکی استخوان رو بشکافیم که ببینیم چه عوامل دیگه میتونه وجود داشته باشه که ما پوکی استخوان میگیریم و چه کاره میتونیم بکنیم که نگیریم و یا بهتر بشیم. بله اینا خیلی مهمه دکتر. مرسی از شما.